نرفتن، یک عرشبت کالایی رو نخریدن، اینها انواع اقسام مقاومت منفی است. همجور که عرض کردم الان شاید مبرمترین موضوع مقاومت منفی دستگاه تبلیغاتی کودتاچی هاست، یعنی رادیو تلویزیون و روزنامه هایی که اونها رو حرف هاشون رو منعکس میکنه. باید به شدت تحریم کرد و مقاومت منفی کرد. مقاومت منفی در فاز بعدی عبارت است از این که با دولت کودتا هر کاری میکنه باید که تحریمش کرد و آهسته آهسته همه حوزه های دولت کودتا رو مشمول تحریم قرار داد که حالا باز بعدن بهش میپردازیم. اما از به اصطلاح آکسیون های فرسایشی که از این طرف مطرح میشه و همونجورم که مرتبه قبل عرض کردم شاخ بیت آکسیون های فرسایشی حضور در خیابون، دسته های پراکنده، تظاهرات همزمان و ناپدید شدن، خطوط انتقال کودتاچی ها رو بریدن و خسته کردنشون در خیابون ها، به شرط این که مشکل جونی نداشته باشه و همونجور که عرض کردم اصل بر این نیست که باید زنده و بانشاد همه بمونن، نه اینکه خدای نکرده صدمه ای بخورد. اما بریم، وعده کرده بودیم بریم سمت مخالف، یعنی بریم ببینیم که در اون طرف ما چه فرسایشی رو میتونیم ایجاد کنیم. مهمترین و اصلی ترین نقطه کانونی ما برای فرسایش دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامیه. هیچ ارگان دیگه رو نباید که همتراز سپاه قرار بدیم برای مقابله کردن، چون متاسفانه سپاهی که یک روزی خود بنده از بنیانگذارانش بودم و بقرار بود از کشور دفاع کنه، اگر دشمن به خاک ما حمله کرد مردم دسته های مردمی، ارتش مردمی وایسن از کشور دفاع کنن، تبدیل شده به سازمان عجیب و غریبی که در سیاست هست، در اقتصاد هست، در قاچاق مواد مخدر و مشروبات الکلی هست، در پروژه های کشور هست، در سازمان امنیت هست، در دستگیری هست، در خیابون هست، در خارج از ایران می جنگه. یک چیز عجیب غریبی که هیچ کجای دنیا ما کمچین سازمانی نداریم. و این سازمان سپاه الان حداقل بخشی از فرماندهانش کودتاچی از آب در اومدن به رهبری آقای خامنه ای و رو در روی ملت ایستادن. اما همونجوری که قبلا هم صحبت کردیم بخش بزرگی از سپاه فرزندای این ملتن، قهرمانان جنگ ما هستن، معلولین جنگمون هستن، خانواده شهدا، برادر یا دوستان شهدای ما هستن، میراث اونا رو دارن، اونها از ملتن. اینی که برادر سپاهی تو همراه مایی و یا شعارهای از این قبیل که من شنیدم، این شعارهای بسیار درستی است. نکته اول این است که هر کس در هر کجا، در فامیل، در دوست، در آشنا، در همسایگی، در هر عضوی از سپاه رو میشناسه باید به سراغش بره، باید بره باهاش صحبت کنه، با خانوادهش صحبت کنه، با بچه‌هاش صحبت کنه و بپرسه که چرا شما ما رو میکشید، چرا میخواید ما رو سرکوب بکنید، چرا میخواید ما رو اذیت بکنید. گل بهشون بده، شیرینی بده. مطمئنا خیلی از اونا خواهند گفت ما همچین قصدی نداریم، ما با شماییم. بنابراین بلافاصله بعد ازشون خواست که شما برید با اونایی که این کارو میکنن در بیافتید، برید اعتراض بنویسید، برید نامه بنویسید، برید بگید ما آبرومون رفته. نقطه اول منور این است که هر آدمی عضو سپاه یا بسیج هر جا هست، اقیانوس ملت، دوست، آشنا، فامیل باید در بر بگیرش، سوال ازش بکنه، تلفن بهش بزنه و دائما آغوشش رو باز کنه که بیا به سمت ما و سوال ایجاد کنه و بخواد ازش که اگر خودش هم با کودتاچی‌ها نیست این سوالات رو ببره با دیگران مطرح کنه. حالا جلوتر بریم، شاید در زمان مناسبی که باز رهبران جنبش صلاح بدونن، یک روز رو بگذاریم برای اینکه همه با گل در هر شهری برن سراغ مقرهای سپاه و ببینیم آیا جرأت میکنن مردمی رو که گل اومدن بدن بهشون به رگبار ببندن. اما این سپاه رده های دیگه هم داره. من نکته بعدی که بهش در برنامه بعدی میپردازم این است که سپاه رو چگونه دستبندی کنیم، بیایم توی رده های پایین تر و ببینیم حسابش رو از حساب لباس شخصی هایی که آدم میکشن جدا کنیم،
نشون بدیم که اونها چجوری باید باشون برخورد شه، بسیجی ها رو چجوری دستبندی کنیم و سپاهی ها رو چجوری دستبندی کنیم، برای هر کدومشون برنامه داشته باشیم و برای هر کدومشون یک نحوه برخورد خاصی رو تعیین بکنیم. تا برنامه دیگه من خدافظی میکنم. فقط این رو هم بگم که یک بحث بسیار مهم ما میره روی اعتصاب عمومی، چرا که فاز سوم از استراتژی ما فلجسازی حکومت کودتاست که تا اون اتفاق نیفته کودتاچی ها پایین نخواهند اومد. بنابراین نحوه تشکیل کمیته های اعتصاب و آمادگی برای شروع اعتصابات بخش بعد از تموم کردن بحث سپاه و به اصطلاح سرفصل مبارزات فرسایشیه. عرضم تمومه، تا برنامه دیگه خداحافظی.